سلام شنیدین میگن انسان ممکن الخطا یگان وقت اشتباه میکنه برای امیز که انجینیر از نقشه شینی پس از قالب و خیاط از الگو استفاده میکنه این الگو گرفتن ها یگان وقت فقط در حد مقبولی است اما یگان دفعه بیش از این هاست و به فکر و در آخر به رفتار منجر میشه دقت کدین دوستای ما فامیلای ما چه قسم کالا میبوشن چه قسم خود جور میکنن چه قسم گپ میزنن چه قسم فکر میکنن و چه قسم رفتار میکنن تلویزیون دیشانتن اینستاگرام تلگرام یوتیوب توییتر واتساپ فیسبوک همه و همه در حال معرفی الگو به ماستن نه بلکه او را بر ما میسازن در جهانی زندگی میکنیم که اگر انتخاب نکنیم دیگران بر ما انتخاب میکنیم راستی به نظر شما یک الگوی مناسب کیست اصلا بر اساس چه معیار انتخاب کنیم کتاب راهنما ما را به سوی دو عامل که سعادت دنیا و آخرت اوست دعوت میکند همین دو عامل معیار شناخت انسان کامل و الگوست و آن ایمان و عمل صالح است که شامل همه ارزشهای انسانی است ارزشهایی چون هدایت زندگی معنوی بصیرت عدالت طلبی عزت برادری و دوستی صبر کمک و انفاق به مردم و موارد بسیاری دیگر قرآن کریم نبی مکرم اسلام را مصداق کامل تمام ارزش و الگو میداند لقد کان لکم فی رسول الله اصبتون حسنه و بی, بی فاطمه زهرا سلام الله علیها استمرار اصبه حسنه است زوجه نبی مکرم اسلام می کسی را شبیه تر از فاطمه به رسول خدا از نظر گفتار و رفتار در زندگی ندیده عبادت خالصانه پیروی از حق ایستادگی در مقابل ظلم ایثار و فداکاری افت و پاک دامنی اداره صحیح خانه همراهی با شوهر در سختی ها و تربیت صحیح اولادها که از مهمترین ویژگی های بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست که در گفتار و رفتار آن حضرت به عنوان یک الگوی کامل وجود دارد.